سیکورد نیوباور تحلیلگر روابط آمریکا با کشورهای حاشیه خلیج فارس از واشنگتن با ماست. آقای نیوباور، چقدر میشه انتظار داشت که دونالد ترامپ پیش شرط لغو تحریم‌ها که امروز حسن روحانی بهش اشاره کرد رو بهش تن بده؟ بسیار باعث افتخار من هست که اینجا با شما هستم. اون چه که ما دیدیم که رئیس جمهور ایران پیش شرط‌های خودش رو مطرح کرد تا اونها، یعنی آمریکایی‌ها، تحریم‌ها رو لغو نکنن، ایران حاضر نکنن. اما پیش شرط‌هایی که آمریکا داره این هست که مایل هستند موضوع مذاکرات فعالیت‌های منطقه ایران باشه، سیاست خارجی ایران باشه و نه فقط برنامه‌های هسته‌ای اونجور که در مذاکرات برجام ما شاهدش بودیم. بنابراین اینجاست که دو طرف به بن‌بست رسیدن. با وجود این حرف‌ها ما فعالیت‌ها و تکاپوهای دیپلماتیک زیادی دیدیم، چه از طرف عمان بوده باشه، چه فرانسه، حتی قبل از اون ژاپن، کشورهایی که کوشیدند یک راهی پیدا بکنند رو به جلو برای دو طرف، برای ایران و آمریکا، که بتونن رو در رو با هم مذاکره کنند. وقتی این اتفاق بیفته انتظار میره بخشی از تحریم‌ها لغو خواهد شد و ایران هم اون موقع شاید راجع به فعالیت‌های منطقه‌ایش بخواد مذاکره بکنه. اما تا وقتی این اتفاق نیفته خواهیم دید که این رقص عجیب دیپلماتیک بین ایران و آمریکا در جریان خواهد بود. ایران به کرات گفته که راجع به هر موضوعی تنها به این شرط حاضر گفتگو بکنه که آمریکا به برجام برگرده. با این اوصاف به نظر میاد که نه آمریکا تغییر آنچنانی در موضعش داده، نه ایران تغییر آنچنانی در موضعش داده. بر چه اساسی دیروز امانوئل مکرون گفتش که امیدواره در چند هفته آینده دونالد ترامپ و حسن روحانی با هم دیدار کنن؟ چند تا عامل هستن که اینجا مورد بحث قرار نگرفت و یکی از این عوامل اسرائیل هست. ما میدونیم که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل همواره منتقد سرسخت برجام بوده. اسرائیل به شدت از نفوذ ایران در منطقه میترسه، از رسوخ ایران به حوزه مدیترانه بیمناک هست. بنابراین سوال اینجا هستش که عامل اسرائیل چجوری در اینجا نقش بازی میکنه و اینکه ایران چگونه طریق متحدان خودش در لبنان یا نقاط دیگه خاورمیانه حاضر باشند عقب نشینی بکنند یا نشانه هایی رو به اسرائیل بروز بدن که بعد متقابلا این نشانه ها رو پرزیدنت ترامپ ببینه و برای اساس بتونه با ایران مذاکره بکنه. کسی زیاد به مسئله اسرائیل توجه نمی کنه، ولی واقعیت این است که شما باید به تعامل بین اسرائیل، حزب الله لبنان و سوریه رو نگاه بکنید تا از اون طریق ببینید که آیا امکانش هست که ایران و آمریکا بتونند با همدیگه مذاکره بکنن، آقای ترامپ و آقای روحانی با همدیگه صحبت بکنن. برای من اول از همه ناظران به اون مسئله گفتم نگاه خواهند کرد. خب شما وقتی که بررسی میکنید تحولات منطقه رو و میبینیم که در دو سه روز گذشته حملات اسرائیل به مواضع نیروهای نزدیک به ایران در منطقه افزایش پیدا کرده، شما ارزیابیتون چیه؟ آیا فکر میکنید که این تحولات به سمت مذاکره احتمالی ایران و آمریکا پیش بره؟ من فکر میکنم از نقطه نظر اسرائیل، اسرائیلی ها معتقد هستند که تحریم ها داره به ایران ضربه میزنن. کاری که اسرائیل میخواد انجام بده این هستش که تحریم های اقتصادی علیه حکومت ایران تا حد اکثر وقت ممکن ادامه پیدا بکنه. برای اینکه از نظر اسرائیل این باعث خواهد شد که ایرانیا در نهایت تسلیم بشن و کوتاه بیان. ایرانی ها هم از طرف دیگه باید خیلی با هوشیاری نسبت به حرکات اسرائیل واکنش نشون بدن. برای اینکه از یک طرف اگه ایران با قدرت بخواد واکنش نشون بده به اسرائیل، امکان داره اصلا مذاکره با آمریکا کاملا منتفی بشه. اما ریسک ادامه این وضعیت برای اسرائیل هم بالاست. برای اینکه اگر اسرائیلیا بخوان تشدید بکنن برخوردهای خودشون رو با ایران، امکان داره که حمایت جامعه بین المللی رو در رو در روی خودشون با ایران از دست بدن، موقعیت دیپلماتیک غرب رو هم تضعیف بکنن. بنابراین
یک سناریوی ما بی سابقه باش مواجه هستیم که هر دو طرف اگه بخوان بیش از این شدت عمل به خرج بدن، امکان داره که موقعیت خودشون رو تضعیف بکنن. من فکر میکنم که در این وضعیت چندگانه که باش مواجه هستیم، یک نقطه مثبتش اینه که نه ایران نه آمریکا جنگ نمیخوان، هر دوشون میخوان مذاکره بکنن، اما میخوان که پیش شرط هاشون برآورده بشه قبل از اینکه نزدیک به میز مذاکره بشن. این بخش از اون پروسه دیپلماتیک است. این واضح هستش که اینها دارن با هم مذاکره میخوان بکنن و این راهیه که باید برن قبل از اینکه به این میز برسن. متشکرم. سیکورد نیوبر، تحلیلگر روابط آمریکا با کشورهای حاشیه خلیج فارس. هم از تهران قاسم شعله سعدی، نماینده پیشین مجلس و همچنین استاد پیشین حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق دانشگاه تهران از همین شهر با ما هستند و داریوش سجادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران هم از تهران به ما پیوستند. آقای سجادی، با شما شروع کنیم. از دید شما آیا مواضعی که دیروز آقای روحانی گرفت تفاوت ماهوی داره با مواضع امروزش، یا اینکه حرفای دیروزش مخاطب خارجی داشت و حرفای امروزش مخاطب داخلی؟ عرض ادب دارم خدمتتون خانم رحیم پور. من در پاسخ به پرسش شما یه مقدمه یا عرض کنم. واقعیت اینه که فضای سیاسی موجود بین ایران و آمریکا بعد از روی کار آمدن دونالد ترامپ تبدیل به یک رقابت نفسگیری زیر آب شده و طرفین در واقع دنبال این هستن که کدوم طرف زودتر دچار تنگنای نفس بشه و بازی رو میبازه. برای این اساسا من معتقدم اون تحولاتی که تا 48 ساعت گذشته اتفاق افتاد تحولات دور از عقلی نبود، به این اعتبار که نمیتوانستیم شاهد اتفاق محیرالعقولی باشیم. چرا؟ چون اساسا فرض شما فرض غلطی است. فضای موجود سیاسی شکل گرفته بین ایران و آمریکا فضایی نیست که در افق آینده یک مناسبات رو به بهبود یا حداقل مذاکره رو تمهید کنه. چرا؟ به این اعتبار که شما عنایت بکنید که هدف از مذاکره صرفا مذاکره برای مذاکره نیست، بلکه هدف از این نشست یک رسیدن به یک راه حل مرزول طرفین. ترامپ در صحبت‌های دیروز خودش پوانی نداد که در ازای اون آقای روحانی که علی ای حال استقبال کرده بود از مذاکره برای منافع ملی با هر کسی، اما وقتی دید ترامپ روی میز مذاکره کارتی نذاشت که بشه به اون اعتنا کرد، بنابراین خیلی چیز طبیعی بود که هم صحبت‌های آقای روحانی صحبت‌هایی بود که به مذاکره ختم نمیشه و هم عملکرد و واکنش‌های آقای ترامپ هم مؤید این نبود که بتوان به مذاکره رسید. ببینید، واقعیت همینه که آقای روحانی و آقای ترامپ هر دو از یک رنج مشترک در حال حاضر رنجورن. اون رنج مشترک اینه که هر دو در سیاست خارجی دستشون خالی مونده و چیزی ندارن که روی میز بذارن جهت بالیدن. آقای روحانی کلیه امتیازات خودش رو، تخم مرغ‌های خودش رو در سبد برجامی گذاشت که حالا توسط ترامپ کلان یکون شده. از طرف دیگه آقای ترامپ هم طی تمام مدت حضورش در کاخ سفید نتونسته در حوزه سیاست خارجی خوش بدرخشه و با توجه به اینکه فضای آمریکا فضای انتخاباتی شده نیاز مبرمی داره به یک همچین پوانی که متأسفانه در حال حاضر هر دو دستشون خالی. بله آقای شعله سعدی، شرط هایی که ایران برای آمریکا گذاشته و در یک سال گذشته، یک سال و اندی گذشته بارها تکرار کرده، لغو تحریم ها، بازگشت به برجام. آمریکا اگر میخواست تحریم نکنه که اگر لغو کنه که چرا تحریم کرد؟ اگر میخواست در برجام بمانه که چرا ازش خارج شد؟ فکر میکنید ایران در موقعیتی هست که بتونه بر این پیش شرط ها پافشاری کنه؟ ابدا ایران در چنین شرایطی نیست. ببینید الان کشتی های ما در دنیا سرگردان هستن، در جاهایی که پهلو گرفتن حتی سوخت بهشون نمیدن. این کشتی رئیس یک میدونه که الان معلوم نیست کجا میتونه بره، احتمالا برگرده ایران میشه توف سر بالا. در بدترین شرایط ممکن ایران هست و موقعی که طرف در شرایط مساوی نیست نمیتونه اصلا در مذاکره چیزی به دست بیاره. اتفاقا امریکایی‌ها 12 شرط رو اعلان کردن که اگر حتی با بدون پیش شرط وارد مذاکره هم بشن، موقعی که پای میز مذاکره نشستن اون 12 شرط رو میارن رو میز میذارن، اون وقت اگر ایران فقط 1/3 1/4 اون رو هم بپذیره به معنی فروپاشیه. اینجاست که آقای خامنه‌ای نمیتونه بپذیره و در واقع همه پل‌ها رو پشت سر خودش آقای خامنه‌ای خراب کرده. یه بار گفته این برجام زیان محضه. خب حالا آقای ترامپ میخواد امتیاز بیشتری بگیره. موقعی که قبلا ایشون گفته زیان محضه، چگونه میتونه امتیاز بیشتری بده؟ یا گفته مذاکره با امریکا سمه و مذاکره با دولت فعلی امریکا سم مضاعف است.
خب الان سم مضاعف رو چجوری ایشون میخواد سر بکشه؟ یا گفته که مذاکره راجع به ناموس انقلاب اصلا عملی نیست. بنابراین اصلا آقای خامنه‌ای در یه بنبستی است که نمیتونه مذاکره کنه، زیرا در مذاکره چیزهایی را از دست میده که در واقع اصل خود نظام هست و مذاکره نکردن هم ضریب احتمال جنگ رو بالا میبره، هرچند ایشون میگه جنگ نمیشه و مذاکره هم نمیکنیم. همین مذاکره نمیکنیم خودش یعنی افزایش ضریب جنگ. بنابراین مشکل مال آقای خامنه‌ای بیشتر تا برای آقای ترامپ. آقای سجادی، شما از تعبیر اینکه هر دو طرف زیر آب هستند استفاده کردید، اما از حرف‌های آقای شعله سعدی چنین برمیاد که شاید یکی از طرفین زیر آب و دیگری بالای آب، آنچنان در تنگنایی که ایران قرار گرفته آمریکا قرار نگرفته. من نمیخوام بگم طرفین در یک موضوع متعادلی هستن، اما میخوام عرض من اینه که دست آقای ترامپ هم بسته است، یعنی برخلاف اظهارات آقای شعله سعدی این نیست که این معادله یک معادله یک سویه علیه ایرانه. ببینید، این برخلاف فرمایش جناب آقای شعله سعدی، اساسا من اعتقاد به این ندارم که فضای دو کشور به سمت جنگ میره. دونالد ترامپ کسی نیست که جنگجو باشه، مرد جنگ نیست، کما اینکه مرد سیاست هم نیست. بارها اینو گفتم، ایشون مرد بیزینسه. و اما چیزی که برای ایران اهمیت داره، ترامپ در موقعیتی در آمریکا درگیر شده که فضای سیاسی در آمریکا درگیر انتخابات میاندوری برای رقابت در جناح‌ها دو حزب برای انتخابات ریاست جمهوریه، و ترامپ با وعده مبارزه با جنگ و شعارهای ضد جنگ وارد کاخ سفید شد. و همین دلیل است که ترامپ هر گونه تحرک نظامی اگر بخواد بکنه، این به معنای از دست دادن بخش وسیعی از افکار عمومی در داخل آمریکا است که به ضرر اون در انتخابات پیش روی ریاست جمهوریه. و به همین دلیل هم است که من اعتقادی به جنگ ندارم و این فرصت رو به دولت مردان جمهوری اسلامی داده که علیرغم اینکه فشار و معیشت به روی ایران سنگینه و غیر قابل کتمانه، اما حداقل این فرصت رو مهیا میکنه که دولت حسن روحانی بتونه با دیپلماسی فرصت خریدن تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تعلل کنه، زمان بخره تا بتونه معادلات سیاسی در کاخ سفید رو به نحوی برای خودش مدیریت کنه، همونطوری که در جریان انتخابات ریاست جمهوری زمان کارتر و ریگان این کار رو تونستن با مهارت بکنن. نمیدونم موفق میشن نمیشن، ولی میخوام بگم که فضا همچین فضایی که در دو سال آینده ما نمیتونیم افق آینده رو به سمت بهبود مناسبات یا مذاکره بین دو کشور ببینیم. آقای شعله زدی، بسیاری از ناظران سیاسی معتقدند که با نگاه کردن به مذاکرات آمریکا و کره شمالی و با توجه به اینکه اون عکسی که میگفتند آقای ترامپ دنبالش بود و با کیم جونگ اون گرفت، اما تحریم های کره شمالی لغو نشد، ایران داره کار درستی میکنه و که پافشاری میکنه و در شرایطی که کماکان تحت تحریمه نمیره پای میز مذاکره. قطعا همینجوره، چون ایران اگه پای میز مذاکره بره به معنی فروپاشی نظامش هست. برای که آقای ترامپ چیزی میخواد که هرچند که گفته ما تغییر رفتار دولت ایران برامون مهم هست، ولی رفتار جمهوری اسلامی با ماهیت شده یکی، یعنی اگر بخواد رفتارش رو تغییر بده به معنی از دست دادن ماهیت این نظام هست. به همین دلیلی که آقای خامنه‌ای میدونه که پای میز مذاکره اگر بره باید امتیازاتی بده که هیچ جوابگو برای مردم نخواهد بود، نمیتونه توجیه کنه برای مردم. و ضمناً آقای ترامپ هم قابل اعتماد نیست. خب برجام که چند سال روش مذاکره شده، آقای ترامپ به سادگی زیرش زده و خارج شده. موقعی که این تجربه وجود داره برای چی باید دوباره مذاکره بکنن؟ ضمن این که آقا رئیس جمهور توی ایران کاری نیست که، آقای ظریف وزیرخارجه کاری نیست که، طبق اصل 110 قانون اساسی سیاست های کلان نظام رو رهبر تعیین میکنه که از جمله اون سیاست ها سیاست خارجی هست. بله. و لذا تا آقای خامنه ای نخواد نمیشه. الان من تصورم اینه که آقای خامنه ای به اینها نهیب داده و اینا عقب نشینی میکنن. دیدید که آقای بشار اسد هم که اومد ایران با خامنه ای بازدید کرد، حتی وزیر خارجه خبر هم نشده بود. لذا اصلا در اختیار رئیس جمهور و وزیر خارجه نیست، اینا بی خودی برای خودشون دارن در حال این اقدامات میکنن و مجبور میشن بلا فاصله تکذیب کنن و موضعشون رو تغییر بدن. بله. آقای سجادی، حرف‌های دیروز آقای روحانی متفاوت بود از حرف‌های روزهای قبلش. صحبت از منافع ملی، آبادی ایران، منافع مردم. چه شد که در عرض 24 ساعت برگشتیم به روحانی قبل از دیروز؟ واقعیت امری که من پاسخ شما رو تو صحبت قبلی تا حدی دادم.
ببینید اون چیزی که آقای روحانی گفتن امر محیرالعقولی هم بود و از ایشون پذیرفته میشد در قامت یک رئیس جمهور در حوزه منافع ملی موضع‌گیری کنند. اما اون چیزی که به قول فرمایش شما باعث شد ظرف 24 ساعت این معادله تعویض بشه این بود که طرف مقابل پوانی نداد که آقای روحانی بخواد بر اساس اون ادعای خودشون رو عملیاتی کنند. آقای ترامپ صرفا حرفای سابق خودش رو تکرار کرد، کما که آقای مکرون هم یه جوری بازی خورد. شما نکنید همین اتفاق رو خیلی در ابعاد بزرگتر شینزو آبه وقتی اومد ایران پیگیری بود. حالا اینجا آقای ظریف رفته بود تو نشست G7 ولی اونجا شینزو آبه اومد رسن ایران. اما چون شینزو آبه هم حرف نوعی از طرف آمریکا نیورده بود، چه شینزو آبه چه آقای مکرون چه هر کس دیگه ای، تا زمانی که نتونن روی میز مذاکره یک کارتی بذارن که بر اساس اون کارت ایران ترغیب بشه برای مذاکره، عملا نباید گله رو از ایران کرد، بلکه من معتقدم گریبان به طرف مقابل رو باید گرفت که در یک دیپلماسی زورگویانه مصر که طرف مقابلش رو به تسلیم واداره. طبیعتا این فضا فضای مذاکره نیست و هیچ کس نه ایران و هیچ کس دیگه نمیتونه و نباید تن به چنین مناسبات نامتعادل و نامتعارفی بده. آقای شعله زعدی اشاره کردید به یک بنبستی که از دید شما آیت الله خامنه ای درش گیر کرده. دو طرف معادله هیچ یک حاضر نیستن از مواضعشون عقب بشینن. یک طرف معادله و ملت یک طرف معادله به شدت تحت این تحریم ها بهشون داره فشار میاد. واقعا فکر میکنید که جمهوری اسلامی میتونه خودش رو تا انتخابات 2020 آمریکا بکشه؟ ببینید در واقع وضع بعد متعلق به ایرانه. این حالت نه جنگ نه صلح مگه تا کی میتونه ادامه پیدا کنه؟ یک و دو اینکه آقای ترامپ میخواد از برگ ایران برای انتخابات نوامبر 2020 استفاده کنه. این برگ حالا یا به صورت مذاکره خواهد بود یا به صورت جنگ. آقای ترامپ که این رو از دست نخواهد داد. لذا من مخالف این نظر هستم که میگم نه جنگ میشه و نه مذاکره. اگه مذاکره نشه احتمال جنگ بالا میره، هرچند که حالا جناب سجادی معتقده که آقای ترامپ مرد جنگ نیست، ولی به هر حال در امریکا ساختاری وجود داره که اگر منافع ملیشون ایجاب بکنه رئیس جمهوری که اهل جنگ نیست جنگ میکنه. اتفاقا بیشتر جنگ های امریکا رو دموکرات ها کردن شروع کردن که اونها اصلا معروف هستن به اینکه اهل جنگ نیستن و لذا این احتمال وجود داره. و متاسفانه آقای خامنه‌ای هم در بنبستی قرار گرفته که اگر بخواد مذاکره هم کنه به معنی فروپاشی مذاکره هم نکنه الان دیگه نفسگیر شده واقعا این حکومت، چون در بساط هیچی ندارن الان. میگم که حتی نفتشون رو ببینید چقدر تونستن صادر بکنن و پول اون رو آیا میتونن بگیرن یا نه. این وضع کشتی های ما، این وضع ارضی کشور، همه اینها وضعیت بحرانی یا ابر بحرانی کشور رو داره نشون میده. لذا برای آقای ترامپ میتونه حتی از این برگ ایران هم استفاده نکنه، کار فوری نداره که بخواد مثلا تن به مذاکره بده و امتیاز بده. بله. اما ایران نیازهای فوری داره، برای رفع نیازهاش موضعش موضع ضعف هست و طبیعتا در موضع ضعف ایران چیزی به دست نخواهد آورد. متشکرم از هر دوی شما، آقایون قاسم شعله‌سعدی نماینده پیشین مجلس و داریوش سجادی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی.